چرا ماسک نزدی؟ میزنم میزنم دخترم دخترم چی شد؟ خدا شکر نفسش برگشته، بچه هم دارن روش کار میکنن. الهی شکر الهی شکر. این هزینه شد چی شد خواهر؟ به من بگو. خب اینا وضع مالیشون زیاد خوب نیست. بهرامخان چطوره؟ بهرامخان 70-80% ریش درگیره. ایوه امیدی من بهش ندارم. خوز و کمپوت واسه بقیه جونه، واسه ما بادم جونه. عزیزم برو من نگاشم. بیا بگی بیا بیا عشقم نخونه یه سفره پهنه همه با هم میخوریم کیف میکنیم همه هم راضیه. ببینم شما دوتا این برادر ما رو میشناسین؟ بله ظاهرن جلدشو میشناسم، داخلش استاد کریم فقط. آی دکتر کشیدنی رو باید کشید، خوردنی رو باید خورد، رفتنی رو باید رفت، آوردنی رو باید آورد، مگه نه؟ دیگه نه هر کشیدنی و هر خوردنی و هر آوردنی رو. تو چرا اینقدر ستار القلوب نیستی؟ آقا ستار القلوب بابا القلوب کرونا نگیریم. کرونا تو کمپوت نمیدن. لا ساب یواش. دیدی؟ آره. نه حالا اگه اینه برگردون بزنی کمپوتم بهت میدم. برگردون نمیتونم داداش. چی؟ برگردم که برگردون بزنم دیگه نمیتونم برگردم. خب از ساده بزن. اوه اینا دارم میان داداش، این برادره دارم میان. آقا بیشم جون خبیات اومده. وای آقا جون اومده. حاج آقا اینا سلام علیکم. سلام علیکم. موزا کمپوتا بخوری. اینا رو برای چی داری میخوری؟ دقیق کمپوت میخوری هسته بازی نکنی. اخوی برادر رو اینا برای نیازمنداست آقا. نیازمنده؟ نه نیازمنده منتها. ببین حاج آقا ما اون کسایی که پوزشون رو مالیدیم به خاک انگشترشون برای شما امثال شما گردنبم بوده. پس اینجا واسه ما شاخوچونه نکشید، راتونو بگیرید برید. بفرمایید زیرا به ما هم پیش حاج آقا نزنید. میخیش انگشتر این لیت اردنبند خواه کنم و با آیا ها؟ چیو؟ آجی چیو؟ بیا اینا رو خدا زده. بیا بریم آجی بیا بریم. خوشم میاد که با این همه هارتوپول توشم وقت پاش میفته همه برم مثل جوجه تو لانه شا. آشیتونه میگه من مانشم. آقا با یه کمی آروم باشین دیگه، چرا کنترل نمی کنیم برادرمونو؟ خیلی سخته بخواین رعوف از را به در کنی عصبیش کنید. ببین نخبی برادر شما هم خواهشن رو اعصاب حاجی نرین. حاج بیژن حاجی حاج بیژن با کی؟ حاجی شما رو حاجی بعد بفهمید چه قدم بهش میاد حاجی. خواهشن خواهشن شما هم خونسردی نفتیم بلاخره دیگه ما همسنگر شدیم با برادرها. آره حاجی آره. عدسه تو دعوا حکم تیر هوایی رو داره. با اجازه حاجی. آفری جونم حاجی. خلاف تو نطفه خفه کرد. شما بیان کمک کنیم اینا رو بزنیم پشت ماشین حداقل. ها؟ بیان کمک کنیم اینا رو بزنیم پشت ماشین تو آفتابه. بذار جون بگیریم. بیا. ها، بیا کمک کن اینا رو بذاریم تو ماشین. آقا، بیا کمک کن اینا رو بذاریم تو ماشین. بفرمایید شما. شما بفرمایید. ما هستیم. ما می‌خوایم بریم جهنم. شما بفرمایید. تلفن تلفن. حاجی حاجی حاجی. کدوم حاجی؟ حاجی حاجی تا. حاج آقا سلام علیکم. سلام علیکم بیژن کجایی؟ مشغول جمع‌آوری این بسته‌های مشتی هستیم. معیشتی معیشتی هستیم حاج آقا. اسم خوشگله چی بود؟ حجت هست. حجت هستم. نه آقا حجت اینجا، آقا مصطفی تحصیلم اینجا، آقا مهراب، آقای معرفت هم اینجا، آقای چی بود؟ اسم آقای رؤوف. بیژن با تو هم میگم کجایی؟ آقا ما تو قرارگاهیم دیگه، تو پایگاهیم. بله خیلی خوب. آب دست ته بذار زمین برو خانه سراغ مادرت. آجا مادرم اتفاقی افتاده برای مرد زبونه تو بس بگی. آجا آقا تو رو خدا بگو من دلیشو دارم. چی شده بابا؟ چیزی نشده، هیچ چی نشده. برو آمار ترکان و منفتر سابق آقا برام ازش بگیر. وای برام مرد. ای بابا تو چرا اصرار داری همه بمیرن؟ نه خیر نمرده. مرد میشتسی میگه؟ نه کیه؟ برو به کمک مادرت یه آماری آدرسی چیزی از طرف خانم گیر بیاد، راضیش کن برش تو بیاد بیمارستان. ببین ببین کی آدرسی آماری چیزی ازش داره چون اومده بود مسجد. آجا حالا چرا بیمارستان؟ اونجا که لونه زنبوره. بیژن جان آقا بیژن
یه نفسی بگیر، صبر کن تا من بهت بگم چی شده. آجا شما کجا تشریف داری؟ روزه و اینا دیگه، صدای روزه میاد آجا، قبول باشه. تقبل الله. تقبل الله. تقبل الله. بله آجا قبول باشه. فقط تو کیش و اینجا و جای تفریح کرونا هست، اونجا کرونا نمیاد. آجا نکنه مشهد تشریف داری، نایب الزیاره ما هم باشی. التماس دعا حاجی. همه بچه ها التماس دعا دارن آجا. ای بابا مشهد کدومه؟ نه بابا من مشهد نیستم، هیئت هم نیستم. آخه کرونا کیش و مشهد میشناسه. گفتیم شاید سفر تشریف داشته باشید، ما گفتیم وظیفه خودمون رو انجام بدیم. بالاخره امر به معروف خودتون گفتید هر وقت یه مراسمی چیزی بود زنگ بزنید. گفتم بهتون بگید دیگه، بالاخره ما ناهید منکریم. نهی از منکر. نهایی از منکر. آقا امر به معروف. آقا نمیخوام، خودم میگم. یادم اومد ناهی، ناهی از منکر. آقا نه. هر جا دیدی تجمع بی حساب هست امر به معروف بکن. ها؟ میخواد دور همی باشه، میخواد هیئت باشه، میخواد هر کجا باشه. ولی اگر میشه خواهشن ازت خواهش دارم این کاری که بهت گفتم انجام بده. این همسر آقا بهرام بردار بیار بیمارستان فوری فوری، من منتظر ما ببینم چی کار میکنی. آ ماشاءالله تخم چشم آج آقا، اصر انجام میدم. تقلل آقا تقبل الله. خدافزی کردی آقا. حاجی به من ماموریت داد، من باید برم. بریم آقا. بریم. کجا؟ خونه آقا شجاع. بفرمایید بشین. حاج آقا به بچه گفته تو خودش نمیدونی هیچ جا نباید بریم. حجت جان خود حاجی به من ماموریت داده. برادر بهروز شما اینجا این بسای معیشتی سر و سامون بده، من با حاج بیجم میرم. حاج بیجم بریم. بابو گلابی ببخشید برادر گلابی، من شما رو کجا ببرم؟ دارم میرم خونه خودمون پیش ننم همشیرم، تو رو کجای دلم بذارم ببرم؟ آدم مأموریت میره پیش ننش. حاجی مال گرفتی داداش. بخبی موز خورده بایزت. آقا اجازه بفرمایید من دارم میرم مأموریت. دارو بس کنیم حاجی. بریم حاجی. من شما دوستان رو نگاه کنید، غنیمت انگار دارن جمع میکنن و ما اینجا مشکل داریم و به امید حق علی باطل. برادر داری فیلم میگیری؟ بله. آره بگیر داداش، از همه چیز بگیر، از این موزم بگیر. آه بگیر قنه جرمو بگیر. داره سند جمع میکنه، داره سند جمع میکنه. بذار بگیره خیلی مالو. بیا بگیر. برای میخواییم چیم کار کنیم؟ کرونا این روزا مثل بستهای معیشتی بود. من دور میبینم حول میکنم خنده میگیم. یه بنام خدا بگیم. بنام خدا. کرونا این روزا مثل بستهای معیشتی میمونه، میگن به همه دادن، از هر کی میپرسی میگه ما نگیره. نگیر دمش کن. به کارتون برسین دیگه. برو جمع کن. برگشتم اینجوری نباشه. اینو جمعش کن. مصطفی جان برو موتور خونه. جمع کنید. برو موتور خونه، خراب شده موتور خونه رو سر بزن. یه عربی گفت، حالا حتما الان باید بریم. اینو تا بیخشو پر کردین، اینو میافتم از خود. اینجا. گفت خب موتور خونه؟ آره این چیز بزنه نداره آقا. اصلا بیا بیا یواش میکنه. آخه بگو نونت نبود، آبت نبود، نون پختنت برای چی بود؟ میگیم برای خودمون که نون میپزم، برای مسجدم میپزم. خیلیم شد نون، ببین چه جوری شد. گوهر جون تازه حواست به حرفای نه یه جلو رز با من هست. نه یه جلو، نه یه جلو، کرونا میگیریم. آره بابا همه حرفات رزبان خانم شنیدم، اما چی کار کنم؟ میگی چی بگم؟ شما هم دیگه خیلی داری رعایت میکنی. یا گوهر جون گفتن یه مقدار فاصله رو رعایت کنین دیگه. دورت بگردم اینقدر بلند بلند حرف زدم صدام گرفته. چی کار کنم رزبان خانم؟ نمیدونی روزی چند بار دستم رو میشورم؟ اون موقع دستتو میشستی یه هفته اعتبار داشت، حالا شده مثل رمز باگی. فقط 60 ثانیه. بیا اونم بیا. یادم بود رفته اصلا نون پخته. اونم افتاد. اینو بگی. من میگم که این آقا بیژن شما که میگه که پسر من باید از خودش جنم نشون بده تا لیاقت دختر شما رو داشته باشه، من میخوام ببینم پسر من چه جوری باید خودش جنم نشون بده. والا چی بگم؟ بله دیگه حتما باید به لاتبازی در بیاره، هر روز با یکی دست به یقه بشه،
نمیدونم خلاف بکنه تا این آقا بیژن شما تاییدش بکنه. اصلا این درسته؟ این حرف حساب گوهر جون؟ حالا عزیزم بذار من امشب باهاش حرف بزنم ببینم اصل حرفش چیه، ببینم اصلا چی میگه. معلومه دیگه حرف حسابش چیه، سحره دیگه. اون چون به جواب رد داده اینم یه علمسنگر رو به پا کرده. بابا جان خودش راست راست میگرده، ماشاءالله فک بچه من آورده پایین، صورتش رو ابدار کرده، همه بالا سرش آورده، تازه شرایط هم عروش گذاشته. خاک بر سر این آرمان کنم که پاش رو توی کفش کرده، میگه یا بیده یا قرص بره. چه میدونم، نمیدونم چی بگم، نمیدونم چرا اینجوری شد، چرا این نونه اینطوری شد. دیگه نون پختن یادمون رفته دیگه خواهر. برو با حاجی حیروی بگو، بگو که من دیگه بلد نیستم نون بپزم، یادم رفته. نه برای خودم نون پختم، نه برای مسجد شما میتونم بپزم، خلاص. حالا مسجد رو میشه گفت، ولی برای خونه که نمیشه. انگار نمیبینی کرونا داره بیداد میکنه، باید یه کاری کنیم زنجیره این کرونا رو قطع کنیم دیگه. گوهر جون شما این میخوایی زنجیر رو قطع کنی، یه عده میشن عمو زنجیر با بابا سفر میرن، همینطوری همه جا میرن ماسک نمیزنن. خب باید از خودمون شروع کنیم دیگه، باید از خودمون شروع کنیم، حداقل خود کفا بشیم، بتونیم برای خودمون چیز تهیه کنیم که نیازی نباشه از بیرون چیز بخریم، اینطوری بهتر نی؟ ای بابا من دیگه یادم رفته گو. یا الله یا الله. ننه 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 سنگنی ننه، هی بیرون ننه، تو ننه، مگه من چند سال به این ننه ننه میکنم؟ بگی ببینم دست تو زشته جلو مردم. چرا بابا بس دیگه، بچرخ ببینم بچرخ ببینم. الان من تو پایگاه جواد با کرونا بودم. سلام علیکم. سلام علیکم، خوش اومدی. ننه این که همیشه برای دل ما. حالا بگو برای چی اومدی؟ ببخشیدا چرا اینقدر من خیس آب الکل کردی؟ بس دیگه. ببین کرونا یه لحظه دو لحظه نمیشناسه. ما خیلی نفهمیدیم این کرونا چیزی حالیش هست یا چیزی نیست. نه نه باهوشه نه حالیشه. هیچی دیگه. تو سخت‌تر از این ستاد کرونا میگیری. بله اگه سخت میگرفتن اعلام نمیکردن پنجشنبه میخوایم راهو ببندیم که مردم از سه شنبه راه بیفتن تو جاده شما. انگار ندا میدن که مردم میخوایم پنجشنبه راه رو ببندیم که راه بیفتن. ما که این تدبیر رو نفهمیدیم. قربونی شکلت، الان اومدم اخبار 23 گوش بدم. چرا بیانیه صادر میکنی؟ بگو ببینم چیکار داری. نه نه این رزمان خانم میشه چیکار میکنه؟ اومده کمک کنه نون بپزیم، هم برای خودمون هم برای مسجد. ما نخواهیم این خانواده هیچ وقت کمک ما کنه، باید کیو ببینیم؟ بابا همسالی 30 سالمونه اومده کمک کنه، تو چی داری میگی؟ هم نکنه یه حاج آقا تو هم کار دادی دست ما. ببین شما بچه بودیم، ما دور هم جمع میشدیم نون میپختیم برای جبهه مربا، همه این کارا رو میکنیم. همون حاج آقا تاها که میگی ما رو از راه به در کرده، اینقدر تقلا کرد که شما الان از زندان بیرونی. خب دیگه مامی جون هی محبت ایشونو بکوب تو سر من، بلش کن، من برای یه چیز دیگه اومده بودم. چی؟ برای چی اومدی؟ بگو ببینم. نه نه این طلعت خانومو چه میشناختی؟ اون زن بهرام خان. خب باریکلا خب گم شده پیداش نیست، داریم دنبالش میگردیم، یعنی کل پایگاه دارن دنبالش میگردن خواهرها، هیچکی نمیدونه کجاست. بازم اینا آدرسی چیزی ازش داری؟ نه والا من نه خبری دارم نه چی، نه هیچ خبری ازش ندارم. ای بابا میدونی رسیتش بهرام خان شوهرش حالش زیاد مساعد نیست. نکنه تو به پر و پاش بیجیدی. بابا من چیکار به اون جونور دارم؟ چی؟ ببین از 100% 400% کرونا گرفته. 400%؟ 4 برابر. چیزای پزشکیش از شما سر در نیاری ننه. یعنی کل بدنش کروناست. ما گفتیم حالا این دمدم آخری یه ثوابی کنیم این طلعت خانم رو بیاریم بالا سر جنازه چیز، یعنی بالا سر ای بابا خدا نکنه. آره تختش. ما همه واقعا مردیه که شاید به درد این جامعه بخوره برگرده دیگه، دنبال طلعت خانم میگردیم. آدرسی چیزی ازش نداریم؟ نه مادر، از اون وقتی که غریبونه و شبونه از اینجا رفتن هیچ خبری دیگه ازشون ندارم. آقا بیژن. بله. ببخشیدا اگه فک ما رو نمیاری پایین من از طلعت خانم خبر دارم. رزوان خانم شما خبر داری یا هیچی نمیگی؟ آش خانم مگه من خروج جنگی هم که دائم به پر و پاچه کسی بپیچم؟ بابا سر سفره گوهر خانم بزرگ شدی. خدا حفظش میکنم. گوهر جون چند روز پیش با آرمانم رفتیم کابینت دست دوم بگیریم، طلعت خانم رو دیدم.
اتفاقا انقدرم اصرار کرد که بریم خونهش، ما هم رفتیم. شما آدرسی چیزی ازش داری بریم سراغش؟ نه اونجوری که نه، ولی چشمی اگه ببینم آره یه چیزایی یادم میاد. چشمی میخواد آبجی ما رو بگیره ببره بر بچهش. چشمی چی نمیگم؟ بیتا کو؟ به بیتا دیگه چی کار داری؟ بابا به اون کاری ندارم، ماشینمونو میخوام. این یه استاده که سه شنبه چهار شنبه میبرتش کرج و برش بیجا کرده؟ بابا خانومه. آها من میگم بابا. که اگه اشکالی نداره به آرمان زنگ بزنم بیاد با ماشین اون بریم. آه خیلی هم خوبه. من با گاری برم بهتر از بیجا. خیلی هم خوبه بیجان جان. نه یعنی منظورم با ماشین ها، گفتم شاید امنیتی چیزی نداشته باشه و اینا. پس زنگ بزنم بیاد. زنگ بزنم. زنگ بزن. بیاد دیگه بالاخره یه موه خرس کندنم غنیمت در بیابان دمپایی. خب تا شما حاضر شید آرمانم اومده. بله بله آج خانم شما هم رو چادر چاپ شو کن بریم. مادر یه وانت ها با رزبان خانم ما الو چادر چاپ شو کن. مادر خونه ای؟ پسرم بودو بیا در خونه بیتا اینا بودو بیا خبر خوش دارم بودو بیا. زوق مرک شدم. نه تو هم چادر چاپ شو کن بریم. بابا وانته دیگه تو هم با همین رزوان خانم رو بذارید بودید. چادر چاک چو کن. ای بابا شد دوباره بچه بند شده. بابا قاطی میکنم چادر چاک چو کن دیگه. قاطی نکن دیگه. ای از دست تو. چه وانته با اینا میری میایی دیگه. باشه. فقط تو رو خدا بیشن تو را یه وقت یه چیزی بهش نگه دوباره یه مکافاته بشه. مادر من بابا اون سری خودش روشو زیاد کرد. اتفاقا من میخوام بگم به ننش بگو به مادر محترمش به این بچه سوسول بگه یه کاری نکنه آمپر من به چسب باز دوباره کاری دستش بدم. اون اگه میخواست حرف بزنه مادرش رو نمیفرستاد ببینه عقل چی شد. پس نگو برا کمک کردن و خیلی نان جهادی و پس برا آبدون آقا ایدالش اومده آقا آرمان. اگر شما حاضر شید آرمانم رسیده. دست درد نکنه رضوان خانم. شما هم لباس بپوش بریم. من میترسم وانت جا نمیشه. تو با رضوان خانم و آرمان خان برو و برگرد. مادر گیت اونا به من میدی بخورم. بیا اگه تونستی بخور. حاج خانم بفرمایید. میاد این پسر آرمان. بله 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 الان این پسر گلیه ولی قد بیا یه خود باید بیشتر سرمایه گذار. بیا اینو مالتو میبینی؟ رضوان خانم دیدی؟ بای 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 این سرستان کرد چون چی پخفی مایم؟ خدا یادم خانم من همینجا پیاده میشم. ها اینجاست. بفرمایید. خانم اعتباری پرداخت شد دیگه. اجازه بدین چک کنم. یعنی امکان داره پرداخت نشده باشه؟ نه پرداخت شد. دستتونم درد نکنه. قلبم درد گرفت. قلبتون چرا؟ آخه پول کافی همراهم نبود. خانم اصلا قابل شما رو نداره. انقدر مشکلات زیاد شده که این پولا توش گمه. ببینید من یه برادری میشستم که واسه خواهرش یه خواستگاری اومده. چه خواستگاری؟ اومد خواستگاره رو زد از در پرتش کرد بیرون. اونم تو شرایطی که الان مرد خوب کمه، نمیدونم کسی که اهل زندگی و دیگه زن و بچه باشه میرسه خودمون میرم دیگه زنیم دیگه. ولی این پسر توپک هم هنرمند بود هم بگیر بود. الان دختر داغونه. ای کاش همین مشکلات مادی بود. آخه خانم چی بگم تو این شرایط خرج و مخارج نمیذاره پول دست آدم بمونه که. هزینه کرایه شمارم همون خانمی که جلوی خونش سوار تاکسی شما شدم اون قرار بود پرداخت بکنه. برای همین ترسیدم اگه پرداخت نکرده باشه من از کجا میخواستم بیام. حالا بسه دیگه. باشه اصلا اجازه بدید من پول شما رو نقدن به شما پرداخت کنم برگردونم که خیلی راحت باشه. من این همه کار میکنم که دستم جلوی مردم دراز نباشه.
کارتون چیه؟ من خونه مردم رو نظافت میکنم. شوهرم هم تصادف کرده، علیل افتاده گوشه خونه. چند وقته؟ الان 2-3 سال میشه. راستش من از خودمم دارم به زور کار میکشم. تو این شرایط کرونا مگه آخه کار پیدا میشه؟ باید از یه جای در بیارم دیگه که بتونم آخر ماه اجاره اون خونه لونه موش و ته شهر رو در بیارم پرداخت بکنم، شکم خودم رو سیر کنم، دستم جلوی مردم دراز نشه، بچه‌م شوهرم گشنه نمونه. چی بگم؟ شده که خدا کمکت کنه، ولی به جای این گله کردن به نظرم خدا رو شکر کن که تنت سلامته، میتونی کمک کنی، به شوهرت کار کنی. آره، خرج اجاره رو بدی، خرج شوهرت رو بدی، خرج بچه‌هات رو بدی، تنت سلامت، این نه همه چی مهمتره. گوش میدی؟ پول شد اینا خانم؟ نه نه، اجازه بده. چند سال با شوهرت زندگی کردی؟ 12 سال. خب 12 سال اون خرجت رو داد، الان 3 سال تو خرج اون رو بده. زن و شوهر همدیگر کامل میکنن، اشکالی هم نداره، کارم هم نیست. دست درد نکنه. خواهش میکنم. ممنونم خانم. آقا اجازه بدین، اجازه بدین. از من اینو لطفا قبول کنی شما. وای خانم این چه کاریه؟ من نمیگیرم. خانم وای الله. خانم منو والا نمیگیرم. ببینید عزیز من، شما الان نیاز دارید. خب یاری رسوندن و کمک کردن به هم نوع مال همچین معایداتی واقعا چیزی نیست، قابل شما رو نداره به خدا. بنی آدم از یک پیکرن دو گوهرن دنیا رو که میدونید کی گفته دیگه، میدونید این شنیدی دیگه، حداقل شنیدی دیگه نه؟ آره مال اینجوری موقع هاست. الان من دستم میرسه حالا به شما اینقدر پول میدم، یه وقتی هم من احتیاج دارم از شما کمک میگیرم، این قابل نداره. بفهم من نمیگیرم خانم، دست در نکنید. خانم بفهمید، خواهش میکنم اینقدر تعارف نکنید، خواهش میکنم. آخه خانم من شرمنده میشم، اینو برای چی باید از شما بگیرم من؟ خانم میگم آدمی زاده، یه وقت پول داره یه وقت پول نداره، میشه خواهش کنم بگیرین؟ فقط ببخشید بهتون اسکناس دادم، حتما به دستاتون الکل بزنید چون آلوده است. آقای حجت، ما الان با اونا یه تیمیم، یه گروهیم، اینقدر باشون کرکر نکنن خدیم. یه تیم چی؟ هرچی موز و کمپوت و گیلاس و هرچی بود خوردن. ما اصلا میدونی که آجاتا یه پولی در اختیار من گذاشته که اگر اونا چیزی خوردن، چیزی کم شد جایگزین میشیم که برای بیت المال هم اشکال نداشته باشه. خدا وکیلی، خدا خیرش بده. بابا من جونشو ندارم این همه پله رو بیام بالا دوباره بیام پایین که. چرا نمیگی چی کار میکنی؟ چرا میزنی؟ محکم میزنی؟ محکم؟ بری میبندی؟ بسی؟ صدای چی بود؟ بکنم صدای در بود. در بود؟ کی در باز؟ برای چی؟ چرا نمیگی؟ صدا فرامرز نیست؟ صدا فرامرز میاد. صدا فرامرز نیست؟ فرامرز بود بابا. آقا فرامرز، آقا فرامرز، دیوونه؟ نه، آقا در رو باز کن برادر، شوخی خوبی نیست. آقا باز کن در رو، بهت میگم این چرت و پرت میگم نگیم. آقا بیا در رو باز کن. چرا داری به من میگی چرا میگی نگیم؟ من همش رعوف جان. رعوف کجا بود؟ زنگ بزن به رعوف یه در رو باز کنه. ای بابا شوخی آخه. آنتن ندارم. ها؟ آنتن ندارم. آنتن نداری که پس؟ آقا فرامرز، داداش بیا در رو باز کن. وای چه شوخی آخه. همکارا به این مریضا سر میزنن، چکشون میکنه. ما بنده خدا از صبح تا شب مثل پروانه دورشون دارن میچرخن. ما مشکلمون اینه که نیرو کم داریم، یا تو آی سی یو ان، یا تو اورژانس ان، یا تو راه رو ان دکتر. بابا من به آقای دکتر الوندی گفتم نیرو نیاز داریم، پس چرا نمیفرستن؟ قولشو دادن، گفتن یه سری پرستار نیروی کمکی میفرستن دکتر. چی؟ دکتر؟ باز گفتی دکتر؟ خانم چرا اینقدر میگی دکتر؟ ما خیلی سر اون مثلا زن و شوهریم، میگی دکتر من یه حالی میشم. خب مریضا که نمیدونن ما زن و شوهریم، باشم اینجا محیط کار دیگه دکتر. آخه الان مریض اینجاست؟ چرا میگی دکتر؟ باش از هرچی تو میگی رواله. کدوم دکتری رو دیدی که بعد از ازدواجش مدرک دکتری شبانی رفته دکتر؟ خیلی خوب، ای بابا به این بنده خدا آقای تاب بگو که بره، اینجا مریض میشه، ساعت هاست اینجا نشسته و خطرناکه. میدونی چیه؟
باید کلم نگهبانی جلو در بگم ایشونو راه نده داخل، تو هم خیال خودش راحت بشه، هم اعصاب من بنده خدا. آفرین، برو همین بهش بگو. برو. ممنون که حواست بود. ممنون هستم. میگه شرمنده از آنیم، شرمنده از آنیم که در دار ولایت نکردیم گناهی اندر خود تو. آفرین، 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 آفرین داداشتاها، آفرین. چقدر شما ماشاءالله خوب یاد گرفتین ماساژ دادن بیماران کرونایی رو. خوبه؟ ممنون. نه خوب نیست، چون بیماران کرونایی رو پشتشون رو ماساژ میدن، نه پاهاشون. آها، خب ما تازه اول کاریم، همینطوری میریم بالا تا کمر، الان تا کمر نیم ساعت مونده. خیلی زحمت کشیدین، ممنونم. حالا اگر لطف کنین تشریف ببرین بیرون. خب بابا یه مجالی دست داد با یه آقا برام یکم خلوت کنیم، شما مانع شدید. بله ده. ها. مجال دست داد خلوت کنیم، اونم توی وضعیت شما و ایشون. خب تقصیر منه، تقصیر منه. ببینم تو چه وضعیتی هستی، چته؟ ببین بهرام خان، برادر من شیمیایی جنگن، ریشون حساسه، آسیب پذیره، نباید اینجا بایستن. داداش من، برو بیرون تا خونت گردن من نیفتاده. میبینی که وضع خودم خوب نیست، تو فقط دعا کن. کاریم که بهت گفتم انجام بدی بازم سنگ دموم گذاشتی. اون خیالت راحت باشه، بچه ها دنبالشن پیداش میکنن. برام جان من تو حیاتم ها، اگر کاری داشتی یه بشکم بزنی آمدم. حاجی خب، ها جانم خیلی مردی. سب کن ببینم، سب کن خواهر. ببینم داداش، داداش سب کن، سب کن یه دقیقه، سب کن. آها، آها داداش، این حاجی اگه جوابش رو بدم میشه تو حرکت صحبت کنی؟ تو حرکت خب قاطی میکنم. سب کن. سلام علیکم حاج آقا. سلام آقا، تا کجا تشریف دارین شما؟ خب حاجی من بیمارستانم، چطور؟ عجب، برای همین قضیه آقا بهرام؟ بله خب، بله. بله آقا، خدا بهتون خیر بده. باور کنید من وقتی شنیدم این کارو کردید برای انباتتون فاتحه خوندم، برای خودتونم طلب خیر کردم. ایشالله خدا بهتون قوت بده. حالشون چطور الان؟ حاجی خواهش میکنم براش دعا کنید، حالش خیلی رخیمه، حالش بده. الان ریه شیمیایی ما هم تازه شروع کرده تا این موقعیت. بعد بسیار خوب، بسیار خوب. آقا من یه توصیه دارم خدمتون. بعد از نسخه طبیب بهترین چیز برای بیمارای کرونایی دادن روحیه قویه به خودشون، به بستگانشون. هر طوری به هر طریقی میتونید بهشون روحیه بدید. یعنی شده با شعر و لطیفه و تا چی حاجی؟ دیگه العاقل و یک فیبل اشاره تا چی شدی خودت میدونی دیگه، باهوشی. خب من که عاقل نیستم ولی چشم. خیلی ممنون، خیلی ممنون، خدا بهتون توفیق بده. کاری بود ما در خدمتیم، قربان شما. خب کاری نداری؟ خداحافظ شما، سلام برسونید. خداحافظ شما. خدا نگهدار. خواهر حاجی یه نسخه پیچیده. چه نسخه ای، چه نسخه ای؟ تو من یادم نبود. من الان یه قرصش رو بدم بعد بریم. ببخشید همین الان میام که بریم دیگه. ببین جانم، خب یه دقیقه است دیگه. باشه زود. حاجی یه نسخه پیچیده میخوام یه قرصش رو بهت بدم. مال خارشاتور و اینجور چیزا که نیست. نه بابا استغفرالله، قرصه چه قرصی؟ حالا نگاه کن ببین، یکی از این مامورای مبارزه با کرونا رو بهش میگن هر که قرنطینه رو شکست از ساعت 9 شب به بعد با تیر بزنش. بعد ساعت 7 شب بوده، خب یه نفر با کاغذ اینجوری دلی دلی میرفت تا اینم نشونه میگیره، تق با تیر میزندش. میگن بابا خدا پدر بیامرز، آخه این ساعت 9 شب نشده، چرا با تیر زدیش؟ میگه یه آدرسی که دستش بود تا 11 شب هم بهش نمیرسید.
بعدش چی شد؟ خب با تیر زدش دیگه. داداشم دستتون درد نکنه، خندیدین، خیلی ممنونم، مرسی. ایشون اذیت میشن، ما زحمت کم کنیم. اوه یه نوروبیون هم اینجا من دارم، این نوروبیون هم بزنم دیگه، خیالت راحت که. سلام سلام. وای 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 دختر خوشگله. خب خوبی تو؟ خب این حاجی ماسکتونو میدیم برم. حاجی یه سفارشی کرده، من این جوک کمرات بگم. جوک دوست داری؟ بگو دیگه. خوبه دیگه، برای سلامتی بی‌ضرر نیست. ببین عموی من اومده بود دیدنی، اومد بابا دست بده، گفتم نه دست نمیدم، کروناست. گفت باریکلا، زوغ کرد، آفرین، باریکلا پرید سه دفعه منم مرش کرد. خب من همین هم میخواستم دیگه، یه لبخندی چیزی بود. خب خانم چطور هست؟ سراغش رو خب گفتی باش تماس گرفته. خب برم جلوش. آقا شما بفهم، آقا تا ها خطرناکی، قربونت برم، مریض میشی، جای شما اینجا نیست. بفرمایید بفرمایید. بابا شما دکترا و پرستارا ببینم، غیر از این ترامبرز کردن و آمپول زدن و این چیزا کار دیگه بلد نیستی؟ مثلا چی؟ خب مثلا گفتار درمانی، جوک درمانی، خنده درمانی. من. شما بیا. درست میگین، اما نه تو این موقعیت کرونایی. خب من دارم درست میگم. اتفاقا عزیزم دکتر کامران، تو این موقعیت کرونایی لازم آدم بخنده. مامان! بله؟ مامان بیا دیگه، بیا من اومدم. دارم مامان جان، اومدم. آقا بیجرم، پسرم بیجرم، بیجرم، بیا. بفرمایم. مادر، خوبی؟ سلام آقا. سلام علیکم، سلام آقا. مامان بیجرم، چه تیستی؟ خوبی؟ مامان! چی آچکان، شما بفرمایم. دارم من ارحام سعد. خداحافظ، خداحافظ. جسارت نباشه، اون سله رحمه. بعدم این کاری که شما کردی اون دفعه هم با همین زدی. نه عزیزم، ببین اون دفعه که جای خود داره، دفعه دیگه هم بخوای این خط و خطا کنی با لگی بفهمین شما چون من احترام دیگه گرفتم. بابا منم که چون چیکار داری میکنی الان؟ ما ببینم سر صورت مبا من جسمی قوی ام، فقط این دندون مهم نی، مهم جنمه. بعد باید جنم داشته باشه. رو حساب فامیلی چی؟ ببین کاسکو میگه چی؟ کاسکو ببخشید، این کافکوه. عزیزم بشین برو، میخوام خواهرش دیگه کاسکو. بشین برید گوسفند، عشقش اینه که عقب بشین. برو بله بفرمایید. شما میخوای عقب بشین؟ آره. خب بعد آقا میگم بعد شما بیبشین بیژن جان، را بیفتین دیگه. میرم شما بفرمایید، درم باز نکن. قربون شکلت برم مادر، خدا حافظ. برو بشین دیگه آقا، هی زشته در رو برو. آقا میشه، آقا میشه، باش آقا میشه، آقا میشه، داداش یواش، من تموم شدم، یواش یواش. تو محل ما مگه قرار نبود تو پای گو باشی؟ کجا داری میری داداش؟ بابا من دارم میرم دنبال ماموریتی که آجاقا تا آبم داد. آقا ما هم داریم یه ماموریت. نمیخوام بیای شما، شما واسید اگه ارزه داشتید اینه اون خواهره پای گو با میسید، اینه مد با میسید کار میکردی، نه که دنبال من کشید دنبال در برید. آقا یه سوال، چرا وقتی زنها خوب کار میکنن میگن مثل مرد کار میکنن، مردا خوب کار میکنن میگن مثل تراکتور اینا کار میکنه؟ چرا؟ به دل نسبت بگو، میدونی چرا؟ چرا؟ بگم بگو آقا، شما زندون تو مرد گیر نمیارن. آقا میشه داداش، ما هم با خودت ببر نوکرت. آقا میشه سواش، اونجا با آقا میشه سواش، سواش باشه باشه. اون چرا اینجوریه؟ کمکش کن بابا، نمیدونه سواش بهتون بگه بابا برو بری یواش یواش یواش، من این محل آبرو دارم. Thank you.
سلام مادر خسته نباشی. باش تو زده افونیت کنم. بشنو ببین صدای جیغ و داد همسایه‌ها از کرونا مرده. از کرونا مرد. بایسا دستتو بگیر. بیا 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 خدا رحمتش کنه. یعنی انقدر میسته تو قرآن خب خدا بیامرزه، یعنی انقدر مامان اینجا رو زده عفونی کردی که بوی بیمارستان میده. آدم دوستان خود به خود بره انتهای راه رو سمت چپ. ببین تو مسافر جا به جا میکنی، ممکنه به اون سطوح بچسبه، یکیش کافیه برزه رو این میوه ها، بعد همه زحمت من هیچو پوچ میشه. مادر من دانشمنده جدیدن کشف کردن که اینقدر کرونا اندازه یه قاشق مربا خوری زمین و زمان و آسمان ها و سیاه‌چاله ها رو اینقدر درگیر کرده. خب اینقدر خب وقتی میگه از مانتو من کرونا بریزه رو میبهات ما کرونا بگیریم. اصلا اینقدر مگه خودت تو گوشیت برای من نخوندی که این موزیه تغییر شکل میده، اینطوری میشه اونطوری میشه. اگر یه دونه از اونا بریزه برای اینکه مادرتون تمام بشه کافیه. مامان بس از این حرفای احساسی نزن، نه رو اعصاب من الان. خدا نکنه دورشونه. شما بیژن کجا میرفت؟ بیژن داشت با رضوان خانم و آرمان میرفتن سراغ اون طلعت خانم، زن اون بهرام خان بود اون لاته بره. خیلی بمیرم. خدا رحمتشون. دیدم با دو نفر دیگه پشت وانت آرمان، یعنی آرمان داشت رانندگی میکرد. بله. آها خب چرا به من زنگ نزدی؟ تو که میدونی بیژن میره اقش قرق به پا میکنه، به من یه زنگ میزنی که من بیام خیر سرم. تو فقط به بیژن زنگ میزنی؟ تو هیچ موقع ببینم بیژن من کف دستم رو بو کرده بودم که تا اینا میرن تو میرسی، استادت کارش تموم میشه تو میای تهران. خبر خوبت همین بود ماما؟ همین بود. خبر خوبی نیست؟ یه عجیب نیست که با اینا را افتاده بره اون طلعت خانم رو پیدا کنه؟ داداش بیژنم بکرده که اینجوری میتونه دل سحر خانم و رضوان خانم و خانم رو به دست بری که بله رو بگیر. تایش اینه که ماما من از خدا میگه همچی چیزی باشه، ولی من فکر میکنم بیتا این بیژن یک کمی عوض شد. خدا کنه. ماما یه بار به بیژن گفتم که داداش بیژن توی همه دختر چرا گیر داری به سحر؟ فکر میکنی چی گفت؟ گفت بیچی من فکر میکنم کنار سحر درگیر آرامشم. ادای برادرت در میاری بیتی بیتی. چطور بهتون میگه نه 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 مشکل نداری؟ منم میگم سنگ نیم منه. خب هم به تو هم به اون. خب باشه اشکال نداره. منم دیگه بهت میگم نه 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 گوهر اگه اینجوریه. بمیرم ببین اینا چه گریه و چه صدای جیغ و دادشون. خدا رحمتشون کنه ننه. ای میگم رعایت کن. ای میگم آقا ببین چی؟ یواش چیه؟ چی چیه؟ این برای همین هنرورست چیه؟ این بچه پاکولو میبره سر صحنه سبزی میشه یه رشو بذار دیگه تو رو فکر میبینی نکردم بعد همه دنیا من نمیشنسن چیده؟ تو من چیده ندیده؟ راست بگه ایشکی نمیشنسن عرایز شما هم فرمودیم ولی متاسفانه ایشون مرغش دوتا پا داره دیگه. وایسا میخوام آدم بزن وایسا